امروز هم که 6 سال از برجام گذشته با تحولاتی که داره و با شرط اقتصادی که ایجاد شده، مردم همچنان چشم امیدشون به برجام هستش و تغییراتی که حالا بخواد در دولت آمریکا اتفاق بیفته بازگشت به برجام باشه. آقای دکتر، مردم الان بسیار امید دارند به این قضیه که موضوع بازگشت آمریکا به برجام موجب تسهیل و شرایط و بازگشایی فراوان در امور اقتصادی کشور، در معیشت مردم، در بحث دلار و بازرگانی و صادرات و واردات بشه. این چشم امید به معنای کورسو نیست، بسیار وسیعه، یعنی امیدی که مردم به این قضیه بستند. در زمان مذاکرات هم اگر خاطرتون باشه بسیار نسبت به اینکه برجام قرار زندگی مردم ایران رو متحول کنه صحبت شد و هم شما هم دولت به هر حال جست و گریخته میگفتید که ما قرار نیستش که شب قل قمر بکنیم در اقتصاد ایران، چون به هر حال زیربناها جای خودشو داره. الان هم میگم متاسفانه یا خوشبختانه شما به من میگید مردم ایران چشمشون به این هستش و تغییر دولت هم آمریکا هم در آینده، تغییر در ایران، تغییر سیاسی منظورم دولت ها میتونه تحولات زیادی رو باعث بشه. نظر شما چیه؟ آیا مردم باید به این قضیه واقعا امید خیلی زیادی ببندن یا اینکه نه؟ رفع تحریم ها مهم است، اینو شکی درش نیست، ولی اگر رفع تحریم ها بخواد همراه باشه با اینکه شما در داخل خودتون نظر اقتصادی خوب شکل و سامان نداده باشین، شاید اون بهره‌ای که باید ببرین نمیبرین. بنابراین اقتصاد ما در داخل باید اون مشکلاتی که باهاش مواجه هستیم، که مشکلات یکی دو سال هم نیست، یه مشکلاتی که از قبل همراه بوده با ما، اونا رو اگه بتونیم رفع کنیم طبیعتاً رفع تحریم‌ها کمک می‌کنه که شما بتونید بهترین بهره رو ببرید. حالا شما ممکنه سوال کنید یا خوشبینی درسته یا خوشبینی درست نیست. من به نظر من ما باید واقع‌بین باشیم، یعنی واقع‌بینی هم به این هستش که اولا خب آیا آقای بایدن وقتی میاد در کاخ سفید آیا باز به حرفایی که زده تا حالا آیا عمل خواهد کرد؟ چون ما بعضی از رؤسای جمهور آمریکا رو دیدیم که مرسوم هم هست که اینها در دوران مبارزات انتخاباتی یه چیزی میگن، وقتی میان در کاخ سفید یه جور دیگه عمل میکنن. ما نمیدونیم اینا و اینو باید صبر کنیم ببینیم که روشن بشه. و در این زمینه باید ببینیم که ایشون چطوری عمل خواهد کرد. آیا میخواد واقعا اونطوری که گفته که من برمیگردم به طور کامل به برجام؟ خب این برگشتن به برجامش چه موقع هست؟ با شرط هست؟ نیست؟ موضع ما روشنه، یعنی ما گفتیم که به هیچ وجه ما در مورد برجام مذاکره نمی کنیم، مذاکره مجدد باید به طور کامل برگرده به برجام. و به طور حالا برگشت به برجام منظور این استش که به طور کامل تحریم ها رو برگردونه، یعنی تحریم ها رو یعنی رفع تحریم بشه، تحریم ها رو برداشته بشه، تحریم هایی که تو چارچوب برجام هست. و اگر یک همچین اتفاقی بیفته خب ما طبیعتاً اعلام کردیم که ما برمیگردیم به تعهدات برجاممون. و این که آیا به چه نحوی ایشون عمل خواهد کرد باید صبر کنیم ببینیم که چه کاری میکنه. ما عجله‌ای در این کار نباید داشته باشیم، یعنی عجله از این جهت که اگر مثلا حالا ممکنه به هر دلیلی در تاریخ 20 ژانویه که ایشون میره در کاخ سفید یا اوایلی که رفته موضع اتخاذ نکنه، خب این مشکل خودشونه، یعنی مشکل ما نیست. به هر حال اونا شاید زمان بخوان که بخوان یک کاری رو انجام بدن. ما نباید تمام مسائل اقتصادی داخلیمون رو موکول کنیم به این که ببینیم آقای بایدن چه تصمیم میخواد بگیره. پیامتون به مردم چی هستش؟ در مورد همین امیدی که به رفع تحریم هاست، در مورد امید واهی نداشتن، واقع بین تر بودن نگاهشون، چون فکر میکنم از زبان شما مردم بشنوند این بسیار تاثیرگذار هستش. حالا ببینیم پیام به مردم که در سطح عالیه نظام داره داده میشه، یعنی هم آقای معظم رهبری فرمودن، هم آقای رئیس جمهور تو این زمینه صحبت کردن، آقای دکتر ظریف تو این زمینه صحبت کردن در مورد برجام. من یعنی چیز اضافه‌ای نمیتونم به اون صحبت‌ها داشته باشم، فقط نکته‌ای که هست ببینین ما این که
چشم داشته باشیم، من اینو میخوام تاکید کنم بهش، که چشم داشته باشیم که در روز 20 ژانویه چه اتفاق میفته، این کار درست نیست. یعنی ما باید چون اگر به این نحو باشه و اگر اتفاقی نیفته، که حالا ممکنه که بگه آقا خب پیش بینی چه اتفاق میفته یا نمیفته، من میگم نمیدونم اتفاق میفته یا نمیفته، ولی من نباید تمام ذهنمو برسونم به سمتی که روز 20 ژانویه چه اتفاقی ممکنه بیفته. اومدیم اتفاق نیفتاد، اومدیم اتفاق افتاد. بنابراین ما کار خودمون رو باید بکنیم، ببینیم که اونها اون کاری که انجام میدن آیا وفق نظر ما هست یا نیست. و اون نکته هم که حالا شما گفتین در مورد تعلیق، ببینیم برجام مشخصه چه جاهای چه تحریم هایی باید به چه نحوی رفع بشه. ما این همون رو میخوایم، ما یک کلمه کمتر یا یک کلمه بیشتر نمیخوایم، این همون باید اجرا بشه و اونه که میتونه مورد رضایت ما باشه. نه ما اجازه میدیم موضوعی به برجام اضافه بشه، نه اجازه میدیم برجام مورد مذاکره مجدد قرار بگیره. برجام روشنه، بر اساس همون چیزی که گفته شده در برجام این همون ها اینا عمل کنن، ما این تعهداتی که تو برجام داریم عمل میکنیم. الان 5 سال کامل گذشته از برجام و اتفاقات خیلی زیادی هم افتاده، از همون طرف که تحریم ها اضافه شده ما هم این سری فعالیت ها رو داریم مثلا پیش میبریم، ولی به طور کلی اصلا فضای منطقه سیاسی بین المللی تغییر کرده. در وهله نخست منظورتون هستش که برگردیم به آنچه که در برجامه، یا اینکه در گام بعدی توقع داره که به حال این تغییرات درش صورت بگیره، از جمله اون چه که در مورد مثلا مکانیزم ماشه گفته میشه یا در مورد تحریم هایی که بعداً آقای حالا ترامپ اضافه کردن به این قضیه، در اون بود مسئله، یعنی در اون گام نظرتون در مورد تغییرات در برجام مد نظر هر دو طرف چی هستش؟ در مورد ببینیم ما یه موضوع اصولی داریم که اولا ما تا قبل از اینکه دولت جدید آمریکا به تعهداتش بر نگرده، ما کارهایی که داریم میکنیم ادامه خواهیم داد. این موضوع اصولیه و کلیه و این کارو ادامه خواهیم داد. برمیگرده به اینکه خب یه سری به قول شما یه سری تحولاتی در طول این 5 6 سال گذشته اتفاق افتاده. اولا تحریم‌هایی رو اینها وضع کردن، یه سری تحریم‌های جدیدی وضع کردن، یه سری تحریم‌ها رو اومدن شناسه‌شو عوض کردن. مثلا قبلا تحت عنوان هسته‌ای یه سری تحریم‌ها اعمال می‌کردن، الان اومدن عین همونو برداشتن و گفتن تحت عنوان تروریسم دارن اعمال می‌کنن. ببین از دید ما همه اینها نقض برجامه و نقض تعهدات آمریکاست، چون اولا هم در خود متن برجام هست که شما نمیتونین تحریم‌های جدیدی رو وضع کنین که محتواش هم تحریم های قبلی باشه، این صراحت داره در برجام. دو این که مثل روز روشنه که اینا خلاف کردن، یعنی تقلب کردن در حقیقت، یعنی اومدن همون مثلا فلان ارگان ما رو که تحت عنوان هسته‌ای تحت تحریم بوده، اومدن الان اردنش تحت تحریم تروریست. بنابراین از دید ما تمام این تحریم ها تحریم هایی هستش که باید رفع بشه، تحریم هایی هستش که نمیتونه ادامه دار باشه. حالا این که در اجراش به مشکل برمیخورن، این مشکل خودشونه، مشکل ما نیست. یعنی عرض کردم که برجام روشن هست، این هستش که مشخصه چه تحریم هایی باید لغو بشه، یعنی اینا توش اومده، ریزم اومده. حالا اینو بخوان بازی باش در بیارن، این معلومه که علاقه ندارن. اگر بخوان بازی دارن، نمیگم در خواهن آورد، اگر بخوان بازی در بیارن، خب مشخصه که علاقه نیستن به اینکه بخوان رفع بشه. در مورد اینکه ما در اینکه آینده چیکار میخوایم بکنیم در مورد بحث هسته‌ای و گفتگوهایی که پیش خواهد اومد، ببینین این اول باید اینها بیان تحریم‌ها رو لغو کنن و برگردن به تعهداتشون، ما برگردیم به تعهداتمون. خب جلسات کمیسیون مشترک برجام برای این هستش که میشینیم در مورد موضوعات مختلف در مورد اجرای برجام صحبت میکنیم و این الان اصلا وقتش نیست. یعنی به نظر من الان وقت این نیست که ما وقتی اونا تعهداتشون انجام دادن، ما هم تعهداتون رو انجام دادیم، جلسات کمیسیون مشترک شروع شد، چه مباحثی در اون جلسات صحبت میشه؟
این اصلا وقتش الان نیست. یعنی اصلا به نظر من درست نیست ما بشینیم وارد یه همچین مباحثی بشیم. یعنی خیلی جلو رفتیم ما از این. ببینین اگر تصمیم سیاسی بگیرن برای اینکه برگردن به اجرای تعهداتشون، به نظر من زمان زیادی لازم نیست. موضوع تصمیم سیاسی، آقای بایدن باید تصمیم بگیره که آیا میخواد از اهرم تحریم ها، از تحریم ها به عنوان یک اهرم استفاده کنه که در حقیقت میشه ادامه سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، یا اینکه نمیخواد استفاده کنه، میخواد برگرده به تعهداتش. این تصمیم سیاسی لازم داره اول. اگر این تصمیم سیاسی گرفته بشه و ایشون بگه من میخوام برگردم به جای تعهدات، من فکر نمی کنم زمان زیادی لازم داشته باشه که بگیم آماده بشن، چون حالا ممکنه یه سری کارهای چه میدونم بوروکراتیک لازم داشته باشه، نامه بدن، این نامه بره فلانجا، کارهای لازمش انجام بشه، ابلاغ بشه به جایی که در خارج از آمریکا هست، توی سایتشون مثلا نوشته بشه، یه سری همچین کارهایی که حالا من زمان نمیتونم قطعی به شما دقیق بگم که چقدر، ولی زمان طولانی لازم نداره اگر اون تصمیم سیاسی گرفته بشه. اگر اون تصمیم سیاسی گرفته نشه و بخوان بازی کنن بگن که خب حالا ما اول مثلا میخوایم بشینیم با هم دیگه بحث کنیم ببینیم چطوری برگردیم به برجام، چطوری برگردیم طرفین به تعهداتشون، یا مثلا یه بخشی از تحریم ها رو ما اول کنار میذاریم ببینیم شما چیکار. یعنی ببینید اینا چیزاییه که مگه آقای ترامپ و پامپئو چی میگفتن؟ آقای ترامپ و پامپئو میگفتن آقا بشینیم صحبت کنیم ببینیم چطوری برگردیم دیگه. اگه بخواد فقط این موضعه که این یک موضعی هستش خلاف حقوق بین الملل، خلاف تعهدات آمریکا، اگر این موضع دولت بایدن ترامپ که اینجوری بود بخواد الان برگرده تو دولت آقای بایدن و یه زرق و برق خوشگلی بهش داده بشه ولی تش همون باشه و فرق نمیکنه که. بنابراین این تصمیم سیاسی لازمه که تصمیم سیاسی در دولت آقای ترامپ وجود نداشت. ما نمیدونیم تصمیم سیاسی در دولت آقای بایدن وجود داره برای تغییر روش یا وجود نداره. ایشون باید اول این تصمیم سیاسی رو بگیره و بعد اون موقع به محض اینکه این تصمیم سیاسی گرفت و در اجراش صداقت داشته. ببینید اینش هم مهمه که شما تصمیم سیاسی رو میگیری ولی در اجرا زمان هدر میدی، در اجرا کارهایی میکنی که مثلا اونطوری که باید و شاید در اساس تعهداتتون کارا خوب پیش نره. اگر اینا این تصمیم سیاسی گرفته بشه و اجراش هم با صداقت انجام بشه، به نظر من ما زیاد وقتی لازم نداریم، میتونه به سرعت کارهای اونها شروع بشه و کارهای ما شروع بشه به اجرا. برخی اظهار نظرها شد در مورد حالا همین بحث برجام، اینو گفتن که برجام طوری نوشته شده که آمریکا میتونه هر جور دلش میخواد اونو مصادره کنه. این ارزیابی قبول دارید؟ نه قبول ندارم من. قبول ندارم اینو به دو دلیل قبول ندارم. یکی اینکه خب ما در مذاکره بودیم و میدونیم که چه بحثایی مطرح شده، سابقه کار رو میدونیم. حالا یه روزی که اگر این مطالبی که در برجام، در مذاکرات برجام مطرح شده اینها منتشر بشه، خب به هر حال همه متوجه میشن که از کجا شروع کردیم ما و به کجا رسیدیم. دو اینکه الان خود افراد با نفوذ در آمریکا، حالا من نمیخوام ترامپ بگم، ولی این طرز تفکری که ترامپ و امثال هم دارن در آمریکا، از جمله در داخل خود دموکرات ها، یعنی اینجوری نیستش که بگیم در داخل حزب دموکرات همه موافق برجام هستن. در داخل جمهوری خواهان که خب مشخصه، در محققینشون، در اندیشکده هاشون، اینها دارن میگن که آقا یه سری شما یه سری امتیازایی به ایران دادی که نباید میدادی. حالا من نمیخوام بگم هر چی اونا میگن درسته، ولی این که آدم بیاد بگه که مثلا به نحوی بگه که مثلا سر ایران کلا رفته تو این قضیه، اونا هر جوری بخوان میتونن برداشت کنن، واقعا این بی‌انصافیه. یعنی اینطور نیست. باید ببینیم اگه میخواد کسی انتقاد کنه، باید بیاد بگه که آقا رو این بند من این انتقاد دارم، رو این بند این انتقاد دارم. این که به صورت کلی شما بیای بگی که مثلا این مورد سوء استفاده قرار میگیره در اونجا، خب اگه اینجوری باشه که خب پس چرا اینقدر در داخل آمریکا داره انتقاد میشه به آقای اوباما و آقای کری برای برجام؟ میگم ما مبنا رو اصلا حرف این یا حرف اون نذاریم. مبنا چیزی که واقعیت داره روی زمین در مورد برجام
بیایم ببینیم و با سابقهش ببینیم از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم و چه اتفاقی افتاده در اون چیزی که تفاهم شده. اینو بیایم بررسی کنیم، بعد ما میتونیم آدم انتقادش بکنه یا انتقاد نکنه. آیا تو اون شبی که سلا سلیمانی مورد ترور قرار گرفت تو سازمان ملل چه اتفاقی افتاد اون شب؟ میتونید برنامه بله. خب شب سختی بود واقعا، یعنی مثلا لحظه که شنیدید ما خب بله ما خب اونجا بعد از ظهر بود، بعد از این طرف های غروب بود که این خبر رو ما شنیدیم و خب اول خبر مطرح شد، بعد اینکه اومدن مسئولیت پذیرفتن آمریکایی ها و خب این نشون میده که دیگه اوج یک کار خباثت آمیز و یک کار خلاف مقررات بین‌المللی حقوق بین‌الملل که شما بیاین در یک کشور سالس فرمانده در یک کشوری فرمانده کشور سالس و فرمانده بالای نظامی کشور سالس و مورد هدف قرار بگیرید، هدف قرار بدین و ترور کنین. خب این خیلی سخت بود که علنی گفته شد. برداشتتون چیه؟ خب علنی گفته شد، شاید مثلا می‌خواستن بگن ما قلدریم، ما این کارو کردیم و تواناییشو داریم و خب در سازمان ملل ما بلافاصله خب شکایت کردیم به شورای امنیت. خب تو شورای امنیت خب آمریکا حضور داره، نمیذاره، یعنی به عنوان حق به تو نمیذاره که کار جلو بره. ولی واقعا ما خب مراجعاتی که به ما میشد در سازمان ملل توسط سفرا، ما دفتر یاد بود گذاشتیم واسه شهید سلیمانی و خب صحبت هایی که به صورت شفاهی به ما می کردند و بعضی ها می آمدن مکتوب هم می نوشتن، بعضی ها هم مکتوب می نوشتن، هم یه سری چیزهای شفاهی به ما می گفتن. اینا همیش همگی یعنی همش حاکی از یک نوع انزجار از کاری که آمریکایی‌ها کردن، یعنی برای هیچ کس قابل قبول نبود که به غیر از حالا چند تا کشور که یا وابستن با آمریکا یا صهیونیستان، ولی واقعا برای جامعه جهانی قابل قبول نبود که به این نحو که بخوان دست به ترور بزنن. و عرض کردم به هر حال زمان سختی بود در اینکه ما با یه همچین خبری مواجه شدیم. انتقادهای خیلی زیادی هم شد در رابطه با واکنش ایران در بعد حقوقی و سیاسی به هم آقای فخری‌زاده هم آقای سلیمانی، در مورد اینکه حتی ما اون زبان و ادبیات بین‌المللی که باید باشه تا کشورهای دیگر همراه با خودمون بکنیم، بیانیه‌های خیلی جدی‌تر، خیلی سختگیرانه‌تری و مواضع خیلی چیزی داشته باشیم، چون به علاوه جور تروریسم دولتی اتفاق افتاد صراحتاً در واسه آقای سلیمانی بشه. قبول دارید این انتقادها رو؟ ببینید ما کارهایی که معمول هست در این حوزه انجام دادیم و این کار ادامه داره، یعنی اینطوری نیستش که شما مثلا بگین که ما الان رسیدیم به این مرحله که کارمون تموم شده بعد یه عده بیان بخوان انتقاد کنن که بگن خب شما کارتون درست نکردید. یه فرایندی آغاز شده و در این ما از اهرم‌های مختلف استفاده می‌کنیم، هم اهرم بین‌المللی و هم اهرم‌های دو جانبه با کشورهای مختلف داریم استفاده می‌کنیم. یک فرایند سیاسی، قضایی، تبلیغاتی، اینا ادامه داره. ما نمیتونیم بگیم که یعنی بخوایم الان قضاوت کنیم که کار خوبی انجام نشده. ببینید مجموعه نظام مصمم هست که این موضوع رو پیگیری کنه در ابعاد مختلف و این تصمیم عرض کردم توی مجموعه نظامه، یعنی هم قوه مقننه، هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه مصمماً این موضوع رو دنبال کنن. برای اینکه ما ادعا داریم که ادعای نه تنها ما، ادعای طرح حمایت میشه از طرف اکثریت کشورهای دنیا که آقا این یک حرکت تروریستی بوده و این یک کاری بوده که نباید اجازه داده بشه که بدون اینکه اون کسایی که مؤثر بودن در این کار، این جنایت، بدون اینکه اینها به کاراشون برسن، به این موضوع رسیدگی بشه، نباید ول بشه این داستان. و این یک تصمیم نظام هست و داره دنبال میشه قضیه. من تعجب میکنم که چرا مثلا باید
تو این مرحله که ما وسط کار هستیم بخواد بیاد انتقاد بشه که چرا مثلا ایران این کارشو مثلا خوب انجام نداد یا اون کارش خوب انجام نداد. داره کاری دنبال میشه، با جدیت هم داره دنبال میشه، انشالله به نتیجه های لازم هم خواهد رسید. به هر حال برجام محصول دولت آقای روحانی هستش و تو دولت ایشون کار دنبال شد. دولت خب توقع بود که تو هم دوره اول که توقع انجام شد کار انجام بشه و خیلی از اتفاقات دیگه بعدش تازه بیفته. آیا باید تصور کنیم که به دولت آقای روحانی برجام هم پایان پیدا میکنه و احتمال داره که به بایگانی سپرده بشه؟ یعنی که نه، چجوری باید این قضیه نگاه کنیم؟ نه ببینید، این قضیه واقعا باید من اعتقاد دارم اصلا بحث سیاست خارجی، بحث جناحی و خطی و حزبی و ربط داشته باشه به انتخابات ربط نداشته باشه، اینا نیست. واقعا یه موضوع فراجناحیه و باید فراجناحی نگاه بشه به موضوعات سیاست خارجی، به خصوص موضوع مهمی مثل مسئله برجام. بنابراین حالا الان نزدیک انتخابات هستیم، ما نظرات مختلفی مطرح میشه در این قضیه، اینم یک واقعیتی است که وجود داره. ولی این که بگیم محصول دولت آقای روحانی بوده، ببینیم مجلس تو این قضیه نظر داده، شورای امنیت ملی تو این زمینه موضعی کرده، مقام معظم رهبری دستوراتی فرمودن تو این قضیه. بنابراین اینجوری نیستش که بگیم فقط دولت پشت این قضیه است و دیگه کسی پشت این قضیه نیست. ما الان در یک مرحله هستیم که داریم یک بر اساس مصوبات مجلس داریم کارامونو پیش میبریم و کارامونو جلو میبریم، داریم نگاه میکنیم بدون اینکه عجله‌ای داشته باشیم ببینیم که دولت بعدی آمریکا چه کار خواهد کرد نسبت به این قضیه، بعدش تصمیم گیری میکنیم. اگر حالا این در زمان این دولت بخواد این تصمیم گیری صورت بگیره، در زمان دولت بعدی بخواد صورت بگیره، من میگم اینا دیگه فرعه که بخوایم بگیم که حالا چون در این دولت شروع شده مثلا این متعلق به این دولته، بنابراین این دولت خودش باید یه کاری بکنه. ببینید این یک موضوعی بوده که مجموعه نظام در موردش اظهار نظر کرده، مجموعه نظام در موردش صحبت کرده و الان رسیدیم به این مرحله خیلی حساسی و داریم ما بر اساس مصوبه مجلس کارمونو پیش میبریم. حالا در اون موقع تصمیم میگیریم اگر برجام بخواد ادامه پیدا کنه ما بر همین اساس میریم جلو، اگر برسیم به یک جایی که آمریکایی‌ها برگردن به تعهدات برجام میشن خب ما گفتیم ما برمیگردیم، اگر یه موقعی هم که برجامی وجود نداشته باشه خب نداشته باشه دیگه، حالا بالاخره انتهای دنیا که نمیشه که. ببینید سخت پیش بینیش که مثلا من بخوام از حالا بگم دولت مثلا در مرداد سال آینده دولت جدید در ایران روی کار بیاد، من از حالا بخوام پیش بینی کنم که مثلا در مرداد سال آینده آیا ما برجامی خواهیم داشت یا نخواهیم داشت در ایران، چه دولت آقای روحانی چه دولت بعدی، سیاست کلی ببینید من در اینکه دولت بعدی رو من که نمیتونم در مورد دولت بعدی قضاوت کنم. ببینید سیاست این دولت و حالا الان داره پیش میره اینه که ما بر اساس برجام داریم پیش میریم، درسته؟ تعهداتون بر اساس برجام داریم انجام میدیم، این کاهش تعهدات هم که داشتیم در طول یک سال گذشته اینا بر اساس برجام بوده. خب حالا این که در این موضوع تا کی ادامه خواهد داشت، خب این بستگی به عوامل مختلف داره، اینکه دولت بعدی آیا دولت بعدی هم میاد همین سیاست انتقاص میکنه، من نمیتونم بیام اصلا برای دولت بعدی تعیین تکلیف کنم که چه سیاستی رو اتخاذ کنیم. سیاست ما روشنه، اینکه حالا در تابستان در مرداد ماه دولت بعدی چه سیاستی رو اتخاذ میکنه، من میگم زود از حالا شما اینقدر جلو برین، 8 ماه مثلا یا 7 ماه جلو بخواید برین که ببینین مثلا تو این 7 ماه واقعا قابل پیش بینی چه اتفاقی خواهد افتاد در اتحاد برجام، قابل پیش بینی نیست. اصلا برجامی داریم برجامی نداریم، اصلا شاید برجامی نداشته باشیم که اصلا دولت بعدی بخواد بیاد سیاست برجامو ادامه بده. میخوام بگم عوامل مختلفی بستگی داره. سیاست فعلی ما این هستش که برجام ادامه پیدا میکنه و ما میریم جلو ببینیم که طرف مقابل ما چیکار میکنه.